روزها در اظهارات مقامات و مهره‌ها و رسانه‌های حکومتی موجی از امید درمانی را افتاده و تا جایی پیش رفته که وعده سرنگونی آمریکا رو در همین نزدیکی‌ها هم میدن. در این امید درمانی هر دو باند حاکم شرکت دارند، از خود روحانی تا ظریف و جهانگیری و از اون طرف هم از خود خامنه‌ای تا تمام گماشته‌هاش در نمایش‌های جمعه و ارگان‌ها و نهادها. این کار هم برای حفظ نیروهای لرزان و در حال ریزش انجام میدن و میخوان به ضرب سیلی صورت نظام رو سرخ نگه دارن. اما مشکل از جایی شروع میشه که پمپاژ کنندگان امید وسط رجزخوانی ها توی دل خودشون هم خالی میشه و وحشت خودشون رو بروز میدن. گزارش کوتاهی رو در این زمینه با هم ببینیم. آخوند احمد خاتمی در نمایش 13 آبان گفت آمریکا در حال فروپاشی است و در روز 14 آبان نیاز روحی باختگان نظام بار دیگر او را به صحنه کشاند تا ضمن دود و دم در مورد نمایش ورشکسته 13 آبان بگوید در روز 13 آبان آمریکا را ناکام کردند، ولی وسط رجزخوانی ها یاد دشمنان نظام که نگفت کیستند افتاد و گفت دشمنان اسلام خیز برداشتن نظام اسلامی را سرنگون کنند. بعد خاتمی به نحو موسیقی افسود مردم بصیر ما اجازه سرنگونی نظام را به دشمنان نمی دهند. اما اینکه اجازه سرنگونی نظام از کجا می آید و دست کیست را باید در میان اظهارات هراس‌آلود همین مقامات حکومتی جستجو کرد. آخوند علوی سردشکیم وزارت اطلاعات به بیان معکوس به شدت وحشت از بیایندگی نظام در بین نیروهایش اذعان کرد و گفت بزرگترین پدافند غیر عامل در برابر دشمن تحکیم باورها، تحکیم پایبندی به ارزشها و توکل به خداوند متعال است. وزیر وزارت جاسوسی و آدمکشی افزود از قدرت دشمن نهراسیدن و با اعتماد به توان ملی و سرمایه های ملی در برابر دشمن با تمام وجود قرار گرفتند. محمد رضا خاتمی از مهره‌های همسو با روحانی روز 13 آبان گفت شرایط اجتماعی، دیدگاه‌های مردم، شرایط جهانی اقتصادی به دلیل همه اینهاست که معتقدیم کشور دارد به شدت سقوط می‌کند، مثل ماشینی که دارد می‌رود ته دره. وی در ادامه با وحشت از انزوای مردمی رژیم افزود تقریبا شاید اکثریت مردم اعتراض، انتقاد و ایراد داشته باشند. ممکن است مردم عادی هم باشند. میگویند ما از این نظام سیر شده ایم. ما میخواهیم یک نظام دیگر بیاید. اما چطوری؟ با کی؟ وی در ادامه با اشاره به دشمن اصلی نظام گفت چرا با براندازی مخالفم؟ ما با مجاهدین میخواهیم بیاییم انقلاب بکنیم؟ من آینده را خیلی تاریک می‌بینم. خیلی تاریک می‌بینم در این موقعیت. محمد رضا خاتمی سپس تأکید کرد: می‌خواهم بگویم که براندازی خارجی اصلاً جای نگرانی ندارد. به جایی نمی‌رسد. خطر اصلی براندازی داخلی است. و بالاخره حسن عباسی از باند خامنه‌ای آدرس نیرویی را که اجازه سرنگونی را در دست دارد می‌دهد و می‌گوید: سازمان مجاهدین علناً در پاریس همایش می‌گذارد. پریروز دیدید. حتما از تلویزیون گزارشش را دیده اید. مسئولین دولت آمریکا آنجا شرکت می‌کنند. تروریست‌های مجاهدین را از سراسر اروپا جمع می‌کنند. آنجا همایش برگزار می‌کنند. بعد آنجا می‌نشینند، جوک بگویند برای هم. آنجا به هم می‌گویند ما می‌خواهیم برویم ایران را به هم بریزیم. ایران را نابود کنیم. حکومت ایران را عوض کنیم. پاسدار عباسی با قریب الوقوع بودن سرنگونی نظام علائم و مجری سرنگونی را هم مشخص کرده و میگوید زمان بندیش این است که در امسال و سال آینده به قدری پول ما بی ارزش بشود که مردم به دلیل مشکل معیشتی بریزند توی خیابان و درگیری ها را شروع کنند. مردم با حکومت فاصله پیدا بکنند، درگیر بشوند. و کی پای این قضیه است؟ سازمان مجاهدین.